سلام برابکس یوتیوب سوئل اقتصادی هستم امیدوارم که حالتون خوب باشه روز خوبی داشته باشین کسی یادم میگم آقا امروز میخوام خب راجع به اولین باری که پاشاری دیدم صحبت کنم این سوالی بود که همین ستاپ کرده از یوزوال سوال این بود که اولین باری که پاشا دیدم چطوری بودم چه احساسی داشتم خیلی احساس قشنگی بود اولین باری که من پاشا رو دیدم رفتیم با النا که من دوست شدم میرفتیم خون... می رفتیم خونش که با هم بریم را بریم و از این حرفا و که رفتم خونش گفتش که یه دقه بیا تو آ نه قرار بود ساعت ده ما همدیگر رو ببینیم بعد من زنگ زدم که چون لشم گفتم که آقا من مثلا ده نمیتونم میام یا زمانی میام این مثلا دم در وایستاده بود آماده بود بعد برمیگرده تو یا که میرسن در خونش پیش بیام. بیا در گفت ببین تو, تو گفتی دیر میای من شروع کنم برای اون غذا درست کردن که با خودمون ببریم تو پارک غذا بخوریم خب از این پشمام از این ریخ مثلا یه دختر این بدون اینکه یه استفاده کنه که قور بزنه بگه این کوچکیش خراب دب یا دیر اومده فلان واش تو غذا واسه من درست کرده و غذا رو پود ریخته و چی میگه آرد درست خوش آرد درست کرده و داره چیزی میذاره لاشو سرخ میکنه و بعد چره و بگه میشه بیا بالا من اینا تموم کنم بدیم بعد گرفتم تو دیدم خب پاشه اونجا تو موقع یک سال و 11 ماهش بود بعد منو که دیدی خورده ترسی اینجا من فرار کنه من رو هوا گرفتمش رو گرفتنش بغلش کردم و بعد زد گریه بعد چرخوندمش شروع کردم چطور بهت گفتن حواسشو پرت کردم مگریت آروم شد شوکم باش بازی کردن و با باش بازی کردم و اینا که با من بازی کردن حال کرد بعد النا اومد یو خیلی تعجب من نگاه کرد گفتش که چه معمولا با کسی رفیق نمیشه به این صورت خوب من گفتم خب نه من کلا با بچه ها خیلی مثلا حال میکنم و اینا مغزشون خیلی دوست دارم خیلی پاکن و اینا واسه همین مسائل کانکت میکنم با بچه بعد دیگه اونجا خب فقط گفتم که این بچه النا هیچ احساسی بهش نداشتم فقط با معنی بچه که مال النا دیدمش بعد من النا که خور ما هم بیشتر چیز شدیم خب با هم بیشتر و اینا خب پاشام بود ولی خب منم چیز خاصی با النا نداشتم دیگه ما با هم دوست بودیم و من یه دوست دختر دارم که دوست دخترم مثلا بچه داره هم این همین پاشا فقط کی بود که مثلا در واقع با النا میاد منم خب به خاطر النا به پاشا احترام میذاشتم و ازش نگهداری میکردم دیگه خب با النا جدی شدم و با, با النا که جدی شدم راجع این فکر کردم که خب من الان مثلا یه بچه دیگه امکان داره بیاد تو زندگی و این دیگه این این Have you ever had a dreams that... That you um you had you You, you could... تصمیمی که من میخوام بگم راجع به النا نمیتونه فقط راجع به النا باشه چون تاثیر روی این بچه می‌ذاره. میذاره من می‌خوام یه بچه بیه تو زندگی من مثلا مثلا کرکترم بچه بهش نمیخوره من مثلا میخواستم شدم میخوام مثلا داشت بچه نخوام حالا حالا ها چند سال دیگه بخوام از این حرفا بعد ولی بچه میخواستم اینو میدونستم که بچه میخواستم بعد تو این فکر را بودم نمیدونستم جواب چیه تا رفتیم با هم دیگه مکزیک تو مکزیک بودیم بعد من پاشا بردم توی آب داشتیم با هم آب بازی میکردیم و اینا بعد اینجوری طرفم بعد دو باشین پرید بغل من اونجی بازوی من اونجی گرفته نه کوالا چسید به این بازوی من بعد من اونجی کونشو گرفته بودم بعد این نگاهش میکردم دیدم چه با چشاش من نگاه میکرد بعد گفتم که همونجا بلند تو صورتش گفتم اما حتما که من میخوام تو تو زندگیم باشی چرا که نه چی میتونه از این بامزه تر باشه که تو یه دونه خرگوش داشته باشی که تبدیل بشه به انسان با حرف و چیزی که تو بهش یاد میدی و اونجا بود که تصمیم گرفتم که خیلی خوب پاشا دیگه مسئله ای نیست یعنی من کاملا با پاشا خوشحالم و پاشا بیا تو زندگی زندگی همه جوره مثلا اوکی هم با اون النا هم که اوکیه پس دیگه بریم توش بعدش هم اونجا سریع تصمیم گرفتیم با النا که همین اتفاق افتاد گفتم که النا حالا که اینجوریه بیا سریع بچه دار بشیم چون تا این اتفاقا بیفته پاشه شده بود تقریبا دو سال و مثلا ده ماهش گفتیم که واسه همین دیگه بیا الان تا ما بچه دار بشیم و بچه به دنیا بیاد و اینا چاید دو سال, سال سال طول بکشه و فاصله سنشون دیگه همون موقع رو به فنا بره ولی اگه شانس بیاریم زود بچه هم دنیا میاد مثلا به هم نزدیک بشن که مثلا بشه سه سال و نیم بهترین که سناریوه چون آقا ساعتون درد نیارم توی هفت روز اول من النا رو حامله کردم <applause> چیز خاصی ندارم بگم حالا الان میخوام از امین چند تا سوال بپرس از من سوالاشو اون تکس میدیم سه صداشو نمیشنمیم ولی من چون هر روزی که تصمیم گرفتم پاشا در واقع مال منه تصمیمم و همیشه بچه هم و بچه هم تو مدرسه این میدونستن میگفتن سوئد دیوونه دیوونه است و رو حرفش میتونی حساب کنی اگه یه کاری بگی نمی کنم نمی کنه. یه کاری هم بگی میکنه میکنه یعنی مثلا حاضر بودن چاقو رو بذارم اینجا گلوشون آروم عقب جلو کنم ولی بگم با فاصله یعنی میگم یارو میخواد اصلا ناراحتم نمیشدن هر کاری میگفتم قبول میکنن اگه میگفتم قول میدم اذیتت نکنم واسه همین وقت خودم قول دادم که او تو همون استختون مکزیک که او که میخوام تو زندگیم باشی اون لحظه انگار که دیگه منو من به وجود آورده بودم واسه همین بین من و پاشا هیچ فرقی نیست حالا اینو گفتنش راحته باورشم سخته حالا اینو یه جوری توضیح میدم که خودتون قضاوت کنین من یه دونه دوست دارم که خیلی هم دوستش دارم خیلی بهش حرف میزنم این الان آدم خیلی آدم خوبیه استاد دانشگاه هم هستش توی کالیفرنیا آدم خیلی مشتی یعنی با آدم باهوش و فلان بعد این آقا ازدواج کرده با صمیمیترین دوست تو دو دنیای من یعنی اون دختری که ایشون باشه ازدواج کرده صمیمی ترین دوست دختر منه یا صمیمی دوست منه یعنی من روزی که با النا آشنا شدم نه روزی که روزی که مثلا دیدیم داریم با هم جدی میشیم گفتم ببین من یه دختری هست به اسم سارا که مثل خواهرمه یعنی اگه سارا بیاد خونمون تو باید بری پایین رو مبل بخوابی منو سارا رو تخت میخوابیم چون ما میخوایم تا صبح با هم حرف بزنیم تا دو صبح بعد میخوایم فیلم نگاه کنیم تو تخت داریم چیپس میخوریم بخوابیم این روز اولینو رو به گفتم اینجوری خلاص یعنی رفتیم پیش اینا من تابستون رو دیگه تصمیم گرفتم دو هفته تا سه هفته برم پیش اینا هر چقدر که اونو تحمل کنم من دارم میخواد یه ماه پیششون بمونم ولی حالا دو تا سه هفته داریم فشار میدیم انیویز anyway, من دو تا سه هفته پیش اینا میمونم و روز مثلا تو تابستون امسال دو هفته فکر کنم پیششون موندم ام... توی روز مثلا 12 13 هم همین دوستم که میگم آدم باهوشی و پروفسور در واقع دانشگاه این میاد میشه من میگه سوء من میخوام ازت یه معذرت خواهی بکنم بعد میگه معذرت خواهی چرا میگه من فکر میکنم که نه این معذرت آخرش یه داستان بود یه چیزی و خنده دار بود آخرش ولی نه میگه که میخوام یه چیزی بهت بگم من همیشه میدیدم که تو خب همه جا وقتی با بچه های مساوی باشون برخورد میکنی همه چی یکیه بهشون فرق نمیذاری به مساوی بهشون گوش میدی ولی همیشه تو دل خودم میگفتم که تو خونه که نمیتونه اینطوری باشه مثلا بالاخره یه روزی تای دلش بیا به اون مثلا فیور میکنه و مثلا طرف ماموکو رو بیشتر میگیره ولی الان که 12 روز اینجاش صبح و شب با همیم میبینم که یک بار این کارو نمیکنی هیچی اگر فرق بذاری به پاشا حال میدی نه به موموکو که گفتم خب معلومه چون موموکو الان سه سالش چیزی یادش نمیمونه ولی پاشا الان هفت سالشه یادش میمونه مثلا مگه بخوام فرق بزنم خب معلومه همیشه همیشه حال میدم به پاشا به خاطر اینکه مهم پاشا چی یادش میمونه ولی سه سال دیگه مثلا موقع دیگه سعی میکنم بنشون بله اصلا فرق نذارم ولی الان که میتونم بذارم حتما به سود پاشا میذارم و واقعا همینه یعنی پاشا یه خورده بهتر از موموکو زندگیشو داره ولی شاید مثلا اون به اون سخت بهش نگاه کنه که مثلا من بهش بیشتر سخت می بیشتر کلاس میبرمش بیشتر ازش اکسپکتیشن ما مکوتم برای خودش حال اول داره میکنه اینا پاشا رو خب مثلا کلاس پنج زبون گذاشتم ماموکو فقط سه تا زبون خودمون داره یاد میگیره مثلا مثلا ماموکو که سه زبون است من زحمتی براش نکشیدم ولی رو من براش پنج مثلا دو تا معلم دیگه گرفتم که اسپانیش و چینی هم یاد بگیره برای همین به پاشا حتی بیشترم میرسم ولی فرق نمیذارم موموکو الان چون کوچولوتره قیافش بامزه تره ادا اصولش تره جوری که حرف میزنه خنده داره چون اشتباه میگه فارسی قاطی میکنه با انگلیسی میشه با دستونش میده فقط از این نظرها تره ولی من مثلا از روز اولی که موموکو ما تو زندگیمون حواسم بود که پاشا میتونه حساس بشه و بعدا این حساسیش یهو دو برابرم بشه و این صحنه ای که یادم یه روز تو خونه بودم من و موموکو بودیم الان رفته بود پاشا رو بیارم مدرسه موقع مثلا چه یه ماهشه یا شاید نه کم تا مثلا یه هفتهشه خیلی کوچولو اینقدر اینجوری گفتم تو دستم دارم باش بازی میکنم بعد یهو در باز میشه پاشا میاد تو و من مثلا سالن خونه بودم این لحظه که اتفاق افتاد چه خم شدم موموکو رو گذاشتم زمین عروش یه قدم عروش هم رفتم دویدم پاشا رو بغل کردم چطوری پاشا رفتم بالا ماموکا رو زمین شوی کرد گریه کردن داد النا اومد گفت چرا این بچه رو زمینه گفتم که برای اینکه من میخواستم پاشا ببینه که من حواسم به اونه اصلا حواسم به این نیست چون اون لحظه مهمترین لحظه بود اولین باری بود که پاشا یهو یه ظاهر شد دست من ماموکا بود آقا من خوبی پاشا جون بچه بود یعنی همونجا شروع کرد این به ماموکا حسودی کردن که چرا مثلا این اومده دو روزه من یارو رو دو سال میشستم این دو روزه من تو زندگی ما از حواسه بابای من به اونه نه گذاشم رفتم پاشم یه جنب گفت آقای دریوس رو ورد ببریم بالا اونم همین رو انتظار داشت میگفت معلومه من آدم اون دیگه سگ بیا بریم با همین من چون همه این چیزها رو بهشون فکر میکنم و روشون کار انجام میدم هیچ فرقی بین هیچ کی نیست تو خونه خونم اون انگار که مال ماه و یه شانسی که خیلی آوردم واقعا تشکر میکنم از دنیا بابای بایولوژیکال پاشا هیچ هیچ تماسی با پاشا نداره هیچ رابطه با پاشا نداره الان چهار ساله حتی ایمیل نزده به پرس پاش خوبه یا نه به خاطر همین من هیچ نوع چیزی ندارم داستانی ندارم اگه مثلا بابا تو داستان بود اذیت می‌شدیم مثلا می می‌خواست بره اونجا یا د... یه روز نبود ما می‌خوام به مسافرت نه من امروز می‌خوام باشم اینا می‌شد ولی من دیگه وقتی رفتم توش گفتم می‌ریم توش دیگه من فکر می‌کردم اونجوری داستان و اونجوری که نشد دیگه خیلی عالی یعنی واقعا ما چهار نفریم یعنی من و النا پاشا و, و ما یه فهمیدیم هیچ فرقی بین هیچ کدوممون نیست بر همینم هم اسم پاشا رو پاشا نگذاشتم ایرانی اسم موموکو رو غیر ایرانی گذاشتم که همیشه پاشا یه خورده نزدیک‌تر باشه از نظر اسم می‌بینیم بیرون وقتی این پاشا موموکو مردم فکر می‌کنن پاشا بعد به من عبدوش بشه موموکو غیر عادیه به اینا می‌خواد مثلا چیز تو فکرم بود که گفتم شاید مثلا تاثیر داشته باشه تو آینده مگه که خانم رو قوی‌تر کنه فامیلی پاشا هم عوض کردم اقتصادی گذاشتم مثلا الان پاشا تو شناسنامه‌اش پاشا اقتصادیه دیگه یعنی همه جوری که بهش میگن پاشا اقتصادی این کسی نمیفهمه پاش روسه خیلی میتونه چه پد دستک میتونه چه چیزی بشه جاسوس مشتی سه زبونم بلده روشم کار کنی چینی و جا... اسمش میاد بالا خب سوال بعدی من یه چند سال پیش داشتم به همین موضوع فکر میکردم گفتم که خب اون اون آقا که نیست تو دو داستان واسه همین پاشو که نمیدونه اصلا همچین چیزی هست آگه ما بهش نگیم این یو تو 9 سالگی 10 سالگی 15 سالگی رو میفهمه بعد یهو میره توی توهمی که یو چه اتفاقی داره میفته اینجا چیه اونجا چیه واسه همین من به النا گفتم که النا تو شروع کن راجب یارو حرف بزنن مثلا عکسی ازش نشون بده بگو اینو یادت میاد میدونی تو دوتا بابا داری از این حرفا خلاصه النا هم از این کارا کرد و پاشو فهمید که دو تا داره یعنی گفت شوخی دو تا داره که آره مثلا میگم مثلا آره من دو تا دارم ولی قشن یهو دپ زد که میگو آقا پس دومیه کو به حالا چه موضوعی ما رو کمک کرده از این موضوع در آورد باورتون نمیشه من یه سگ دوستمون داره میاد پیش من تا یک سالم پیش من مونده یعنی اصلا صاحب اون سگ گفتش که اگه تو میخوای مال تو ورش دار اسمش پپره من خیلی دوستش دارم این پپر بعض میگم دیگه میاد تو خونه ما تو هر چقدر میخواد میمونه و این مسافرت مثلا میدنش به من یه مثلا یه هفته یه ما هر چقدر بخوام میمونه و یه بار النا پاشاش میپرسید که آقا یعنی چی که مثلا من دو تا بابا دارم دو بوله مثلا داستانو میگم من نمیفهمم داستانو النا بهش گفت این پپر رو میبینی دو تا بابا داره هم بابای تو باباشه همون صاحب اصلیش میاد اینجا با این حال میکنه میره اونجا با ما اون حال میکنه یکیشون هم بیشتر دوست داره ولی جفتشون باباشه تو هم همینجوری تو هم دو تا بابا داری آقا این موضوع رو حل کرد دیگه پوچو بسش حل شد اصلا با واسه چمق واسه آدما میگه میگم می من دو تا بابا دارم و بعدمش گفتن آره یا مثلا مثلا نه نمیدونم آره من دو تا بابا دارم ولی مثلا بابا سویل هم بیشتر دوست دارم بابا سویل خیلی خوبه دیگه اونم اینجوری ما باش دیر کردیم من فکرم که اینو باید حتما تو جوونی بفهمه و بدون چیز خیلی نرمالی چیزی نشده که برعکس اینم از چیز قدمایی که دارن کار بزرگ میکنن تو زندگیشون یه خانواده دیگر رو قبول میکنن دیگه توشی توشی دیگه آدم عد نباش دیگه میدونی میتونستی هیچ بچه نه تو زندگی حالا که اومده چرا انتخاب کنید عوضی باشی تمام زندگی اگه بد بودی و اینا دلیل نمیشه که الان هم باز بد باشی اینها دلیل نمیشه که چون اون بچه بیگناه اون که کاری نکرده واسه همین میری با یه دختری و دوست داری چون عاشق دختر شدی ولی دختر با بچه میاد این این احمقانه است دختر با بچه است تو عاشق همش میشی یا عاشق نمیشی اگه نمیتونی نرو یه خانواده رو بریز به هم به خاطرشون بولانسه آدم کیری سر کنیم چی نباشیم دمتون گرم چاکس